همه دون پر سفرهای شاد پر عشق و حال ناب. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستای عزیز و گرامی، دارم حالتون خیلی خوب باشه. لا 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 لا. بله، با پادکست چمدون فصل جدیدی در خدمت شما دوستان هستیم و این بار سفر ما از تهران به شیراز و بعد به چابهاره. حدسی که درباره طول مسیر میزنیم حدود 14 روز هستش و لشکر شکن هست. ای بابا، بله بله بله، ممنون از خب مثل این که دیگه تموم شد اطلاع دادن خانم اطلاعاتی. بله، من لشکر شکن هستم از استودیو صدای همراه، در خدمت شما کنار شما و سعی میکنم توی این مسیر همراهتون باشم و اطلاعاتی رو بگم بهتون که شاید به درتون بخورم و شاید بخواید شما هم این سفر رو تجربه کنید. از سختیاش میگم، از آسونی و لذتهاش میگم، از نوع برخوردها میگم، قیمتها میگم و اینکه ما چیا بردیم، کجا اقامت کردیم، چجوری اقامت کردیم، همه جزئیات رو براتون میگم. و اینکه دقت کنید تو این پادکست ها سعی شده اطلاعاتی به شما داده بشه که شما اگر میخواید سفر کنید بدونید با چه چیزهایی، با چه موقعیتهایی روبرو خواهید بود. برای شروع قسمت اول این پادکست رو میخوام اینطور شروع کنم که چی شد اصلا این دو مقصد. ما قسم نبود که دو مقصد رو داشته باشیم. ابتدا ما قسم که فقط بریم چابهار، برنامه رو هماهنگ کردیم با بچه های اون و دوستایی که داریم، هماهنگشون بریم اون بار. که بعد خانومم علاقه من شد به شیراز، چند جا رو دیدیم با هم، بین اصفهان و یزد و شیراز مونده بودیم که دیگه شیراز و البته حتی کرمان و مشهد هم بررسی کردیم، ولی از همه جذابتر برای این فصل که الان 12 آبان ماه هستیم تصمیم گرفتیم شیراز رو انتخاب کنیم. آب و هوا رو دیدیم، جای دیدنی رو دیدیم و تمرکز کردیم برای لذت بردن. چون زیاد اهل خرید نیستیم و این خرید کردن معیار ما نیست، جاهای دیدنی رو انتخاب کردیم. دیدیم که شیراز به نسبت، البته شیراز، یزد، اصفهان، ستاشون جاهای دیدنی زیادی داشت، ولی خب آب و هوایی که شیراز هست به خاطر اینکه نزدیک جنوب هست، نزدیک بوشهر هست، میتونه خیلی گرمتر از یزد و اصفهان باشه. که دیدیم تمام آب و هواش هم اندازه کرج، دماها رطوبت داره، گهگاه بارونیه و خوبه. دیگه بعد از اینکه انتخاب کردیم که شیراز رو بریم، گفتیم حالا چابهار هم بریم یا نه، که برنامه ریختیم برای چابهار و ماجرا به این صورتی که با قطار میریم شیراز، 4 اونجا میمونیم، بعد صبح روز چهارم حرکت میکنیم به سمت چابهار با اتوبوس که اونجا اتوبوس داره میبره ما رو. و اونورم که بچه ها هستن دیگه به ترتیب میگم آقا چه اتفاقاتی امروز افتاد، روز اول، روز دوم، روز سوم، که هنوز قسمت سفرم هست، یعنی روز سفرم، روز حرکت نکردن. و خب این هست ماجرای سفر، خلاصه مختصر مفید. طبق روال بریم ببینیم تو قطار چی در انتظارمونه و این ماجرا احتمالا بخواد برای اسفند ماه به گوش شما برسه، یعنی چند ماه بعد از اینکه ما سفر کردیم. قیمت ها بر اساس سال 1402 میشه و تمام جزئیات رو که میشنوید مربوط به این ایامه. خب
قیمت بلیت قطار برای هر نفر 4 ستاره، اسم قطارش هم اگه اشتباه نکنم نور الرضا بودش. آره نور الرضا شیراز، و خوبه به نسبت قطار خوبی آره نور الرضا، و قیمتی هم که براش داشت نفری 460 تومان. ای بابا، فکر میکنم که دیگه تموم شد صحبتاش و صحبتی دیگه نمونده، ولی خب اگر دیدی باز صحبت کرد من قطعش میکنم سریع. این هم که دقیق میشنم ایدو من قطع نمیکنم بخاطر که صدای محیط باشه، ببینید اصلا چه چیزهایی میشنویم و چه جوری هستش. بله، از شیراز به چابهار مسافتی حدود 18 ساعت، البته حد اکثر 18 ساعت هستش، و هزینه بلیتش 530 تومن فکر میکنم، 550 تومن، که از سمت کرمان هم میرم به سمت چابهار. و خب همه اینا رو گفتم تا ببینیم ماجرا چه قراره. پس با ما همراه باشید. الان قطع نمی کنم این قسمت رو، میذارم حدود 20 دقیقه بشه بعد قطعش میکنم، ولی خورد خورد هی میام وسط براتون صحبت میکنم، گپ میزنیم با هم، جزئیات میدم بهتون و با ما باشید. موزیکی که شنیدیم موزیک کوپه قطار مشهد بودیش. ما هم داریم میچرخیم توی قطار تا ببینیم چیا داره، چجوریه. یکم خستگیمون در بره، ساعت 22:33 دقیقه است. اغلب کوپه ها بسته، مردم خوابن تقریبا. آره داشتم میگفتم براتون قطارش قطار با کیفیتیه، ولی به کیفیت اون قطار فدک که سری پیش دربارش داشتیم ما هم صحبت میکردیم، یعنی بچه هایی که سفر مثلا رشت رو شنیده باشن میدونن که قطار فدک ماجرا چجوری بود، چقدر خوب بود، چقدر راحت بود. اینجا هم البته با قطارهایی که خب 3 ستاره هستن و 4 تخته هستن متفاوته. با اینکه 4 تخته هست ولی خب خیلی شیک و خیلی راحت و بهداشتیه. من پیشنهاد میکنم برای سفرهاتون حتما قطار خوبی استفاده کنید. حالا قطارهای 6 تخته و قطارهای خیلی کلاسیک تر هم هستش، ولی من پیشنهادم براتون همین قطار ساده مسافری که هست که 4 تخته باشه و از نظر بهداشتی رسیدگی کنه. حالا یه وعده غذایی که بهتون قطعا میدن، با خودتون خوراکی بیارید، فلاسک چای بیارید، دمنوش و اینا بیارید. برای کیف بیشترتون هم میتونید با خودتون میوهی بیارید، با خودتون چیپسی پفکی خوردنی، اینا لواشک، تخمه، حتی تخمه بو میگیره کابینتون، ولی خب میتونید از اینا استفاده کنید. من برم ببینم چه خبره، دارم توی قطار رو میگردم الان، من دقیقا همه جزئیاتش رو متوجه شدم، بعد بهتون میگم که چیا هست. توالت فرنگی داره، توالت ایرانی هم راستی داره. خب هنوز قسمت اولو دارید گوش میدید. بعد از 16 ساعت بودن تو قطار و نشستن رو صندلی های قطار رو رفتن بین واگونا و صبحونه خوردن و شام و اغذیه های بین را، ما رسیدیم شیراز. توی مسیر مراتع زیادی دیدیم که توش
چیزای سبزی کاشته بودن نمی‌دونستیم چیه، ولی یه سری رو تشخیص دادیم، مثل گوجه فرنگی و درختای فکر می‌کنم پرتقال بود یا نارنج بود. باغای بزرگی داشت توی مسیر. چند جا هم کندوی عسل دیدیم که اینا نشون میداد آقا یه اتفاق کشاورزی داره میفته و زمینا رو داشتن شخم می‌زدن برای مراسم خاصی که حالا کشاورزها دارن، حالا که گندم بکارن، جو بکارن. این بودش. خب الان هم که رسیدیم شیراز، اسنپ و تپسی هم کار میکنه، زدیم از راه آهن تا هتل نیایش و قیمت حدود 60 تومن اینطور رو میتونیم پیدا کنیم راحت. اینجا همه چیز هست، یعنی خیلی دور نیست از فرهنگ تهران و کرج. قبلا هم که اومدم هم همینطوری بود، زیاد فرقی نداشته. خب بریم جلوتر ببینیم چی پیش میاد. گفتم سر 20 دقیقه که شد، هر جایی که شد من تمومش میکنم میرم قسمت بعدی. با ما باشید. اگر سوالی پرسشی دارید بپرسید، من رفیقای اینجا دارم که ازشون میپرسم، بهتون میگم که اصلا اون سوالی که کردید پاسخش چه هست دقیق، از جمله اینکه کجاها رو ببینیم کجا. البته خیلی جاها رو قرار بریم ببینیم و این ناحیه‌ای که هتل ما هست، ناحیه سنگ سیاه بهش میگن که ناحیه قدیمی هستش و جای دیدنی رو ما معرفی میکنم. بازم میگم اگر جای دیدنی دیگه مد نظر داشتید که بگید، من میپرسم ازشون بهتون اطلاع میدم. تو کامنت و تو سایت هستش، میتونید ارتباط بگیرید از این طریق. از اوجا که ما دقیقا مو به مو داریم کلام چند را هم بیان می کنیم، من الان به شما می خوام ادامه پادکست رو بگم. خب با حالیه، قشنگ عکس بگیر، اگه خواستی هم وایس تا بیام خودم ازت عکس بگیرم. چشش ممنون، مرسی. وای آقو دیدی الان رد شد این آقو، برگشت به من گفتش که اساس بردار، چمدون بردار، همه رو بردار، من میخوام برم. اینجا نباید اساس بزنی، اینجا باید خودت فقط بشینی، اساست نمیشینه هیچی. گفت و فردا و صبح هم میخوای میتونی بشینی. من وقتیم فکر کنم آقای بدی، بعد دیدم که خیلی مهربون و خیلی باصفا و زنم اومد گفت عکس بگیرم از اتون. بهش میگم خب برای چی من نشینم؟ میگه نه تو بشین، وسایلت نشینه. خلاصه گیر بین وسایل خودمون بود که ما زنیم اسنپ بسیدیم تا بیاد، تا 3 دقیقه دیگه امیدوارم که سریعتر بیاد، هوا خیلی گرمه. 13 آباد. بچه ما رسیدیم هتل نیایش، یه هتل خیلی قدیمی و از این اقامتگاه بارنده، ولی خب درجهش هتل دیگه، اقامتگاه نیستش که خیلی دور باشه از اون چیزی که تو ذهنمون هستش. شهر شکل شمایلی داره شبیه هتل، ولی خب هتل سنتی از باشیش‌های رنگی و کاشی‌های آبی و یه حوض آب وسطش که یه آبشاره کوچولو هم داره، خیلی جذاب شده ماجرام. روز اول اینجا اقامت داریم، بریم ببینیم چی پیدا میکنه. یه رستوران کتماس هستش که بریم رستوران کتماس ببینیم چه غذایی داره برای خوردن. الان حدود ساعت 2:30 و جایی که ببینید صدایی که میشنوید برای خود هتل. ما اینجا بشینیم ببینیم چه منظره هایی هستش، یا عکسی بگیریم یا چه میدونم ببینیم اینجا رو. و محیط خیلی آرومه و بارق از سر و صدای تهران و کرج و شلوغی های شهر. این سفر بهتون پیشنهاد میشه برای کسی که سرشون خیلی شلوغه. ما هم تجربه اوله هم بود، ولی آرامش شهرش خوبه، هوا هم بسیار آرومه، بسیار هوای خوبیه، از نظر آلودگی خوبه، یعنی آلودگیش کمه، آفتابی بودنش که تو این فصل تو این دما خوبه، بازم درخت زرد نشدن، هنوز سبزن و انگار مثلا 2-3 ماهی با اون فرق دارن.
اختلاف دارن، تقریبا میشه گفت شهری بر ماه ماه، یعنی سمت تهران و کرچ. بله، باز شما رو در جریان میذارم که قراره چه چیزهایی رخ بده، چه اتفاقاتی رخ بده. آها، نظافت اتاقش هم خیلی خوب بود، هتل نیایش هست اسمش، و باز جزئیات رو در اختیارتون میذارم. فعلا. کت ماس اولین رستورانی هستش که ما اومدیم، پیشنهاد میکنم بیاید. بوریک سنتی، ضرب آهنگ و ساز و شلوغی جمعیت نشون از کیفیت غذاشون. خب، و اما شب شیراز. الان ساعت 19:05 است. خیلی هوا خنک شده، خیلی ها کاپشن حتی تنشونه، ولی خب ما با صندل و لباس تابستونی، البته تیشرت تنمون نیست چون احتمال میدادیم که باید سرد شده باشه، ولی خب هوا خنکه. رفتیم ارگو دیدیم، چند تا نارنج کندیم، خیلی خوشبو بود، خیلی حال داد، کیف داد. ورودیش هم نفری 5 تومن بود، 100,000 تومن هم میگرفتن که توضیحات اضافه بدن، که ما گفتیم ما توضیحات اضافه نمیخوایم، که همون 5 تومن کار ما رو پیش میبره. یعنی حالا بعضیا میخوام مثلا 10 نفرن 12 نفرن یه توضیح میگیرن، یه نفر میگیرن کمکشون. خیلی جالبه کنار دیوار ارگ، خیلی ما میبینیم هم جلوم هستن اصلا، دختر پسر رو میشینن کنار دیوار ارگ با هم دیگه صحبت میکنن، گپ میزنن، گرم میگیرن. خیلی از خانواده ها ساندویچ میارن میخورن، همین تکیه میدن به دیوارش، اصلا یه پاتوق یه جورایی. البته محیط درختکاری شده، سرسبزه، دور تا دورتون هم پر درخت نارنجه، که برای اطلاعات عمومی میگم درخت نارنج پایه و تشکیل دهنده و اساس درخت پرتقال و لیمو شیرینه، که این از این روشنایی شبش خیلی قشنگه. اگه میخواید عکس بگیرید، ایزو دوربینتون رو روی 2000 تنظیم کنید، البته زیاده، من روی 1650 هم زدم، بازم خوب شد عکس ها، ولی حالا ایزو رو تغییر بدید خیلی واضح عکس میگیره. اون بغلش هم یه آیل آف شیرازه، کنار اونم برید عکس بگیرید، پشتتون ارگ میفته، خیلی جالبه. و خب داخل ارگ هم درختکاری کردن و حوض داره، البته حوض آب خالیه، ولی خب جالبه دیدنش، خالی از لطف نیستش. بازم تو بازار وکیلم که رفتیم، این که میگم بازم بخاطر این که قبلش هم شربت بیدمش نسترن خوردیم، اون 20 تومن بود یه لیوان بزرگش، ولی اینجا رفتیم 25 تومن میداد. البته قیمت همین شربت تو بازار وکیل، بازارچه فیل، قیمتش در می اومد 60 تومن تا 80 تومن همون شربت. دارم من پیشنهاد میکنم که اگر میخوای شربت بخوری همین دستفروش ها، دستفروش که نه، یعنی مغازه دارهایی که بستنی آب میوه میفروشن، اونا هم عرق دارن که عرق های خیلی خوبی، تنوعشون هم زیاده، خنک، شیرینه و خیلی خوشطعمه. این صدایی که داریم میشنم صدای گاری هستش که به اسب وصله، اسب خیلی شیطونی هم هستش که میبره دور تا دور ارگ رو میچرخونه. آره، این هم از سفریه امشب، البته هنوز تموم نشده، منتظر احسانیم بیاد ببره ما رو یه چرخی بزنه تو کل شهر،
جای زیباشو ببینید و دیگه باد پاییزیش هم یواش یواش شروع شده. خیلی خب، این قسمت رو من تموم میکنم و قسمت بعد رو با ورود احسان به ماجرا براتون میگم و فردا هم که ورود یکی دیگر از دوستانمون برای دیدن تخت جمشید، پرسپولیس و پاسارگاد. خب تشکر میکنم از اسپانسر این برنامه، استودیو صداهای همراه. تولید محتوا خواستید انجام بدید، فایل ویدیو خواستید ساختید، یه موقع راهنمایی، مشورت، کلن موضوعی بود که کمک میخواستید، من پیشنهاد میکنم به اطلاعاتی که تو کپشن هست نوشتم مراجعه بفرمایید، اونجا به دردتون میخوره، کمک کننده است. شبتون خوش، خدا نگهدار.